مخلصان فوتبال این مسابقه را دیر باز انتظار بودند. آوازهایی بودند که یورو میتوانست حتی سال 2021 هم برگزار نگردد. خوشبختانه همگی پس از چند روز یورو آغاز میگردد و ما شاهد حادثه بزرگ فوتبالی و بازگشت رسمی مخلصان به میدان ها خواهیم شد. فرصت اون فرو رسیده است که درباره فاوریت های مسابقه گپ زنیم. ما حیات منتخب های پرقوه‌ترین اروپایی را از نظر گذرانیده تا 5 فاوریت های اساسی یورو را معین نمودیم. این دست ها بیشتر از همه امکان غلبه کردن دارند. ولی پیش از سر کردن میخواهم طبیعت چو سعیدوف را تبریک گویم، زیرا اولین شده با سوال ما جواب درست داد. اگر خواهی که در ویدیو آینده موفقی در کامنتار نویس اولین چمپیون یورو کدام منتخب بود. منتخب های ترکیه و ایتالیا مسئولیت خیلی کلان را در عهده دارند. یورو 2020 ماس با رقابت این منتخب ها آغاز میگردد و توجه تمام عالم فوتبال به آنها میشود. ترکیه میتواند با دلخواه منتخب پرابلم سازد، اما به هر حال فاوریت ایتالیا است و من به غلبه این منتخب در ایکس 10000 رو صفقه میکنم. برای شوق‌ورتر شدن رقابت ها میتوانید شما هم از خدمت رسانی های یک ایکس استفاده کرده در اولین پرداخت با پرومکد میدان 2140 سومانی به دست آورید. معلومات بیشتر در کامنتاریا. انگلیا. منتخب انگلیا همیشه برای جایزه ها فاوریت بود و چنون به نظر می رسد که نسل جوان و طلایی این تیم ملی می تواند غالب یورو گردد. رحیم ستلینگ، هری کین، جیدن سانچو، الکساندر آرنولد، مارکوس رشفورد، میسن ماونت، فیل فودن و جک گریلیش. این فوتبالبازان لیدران دسته های خود می باشند و قریب همه آنها موسم خوب را پی سر کردند. در جام جهانی 2018 در روسیه انگلیس ها تا پول فینال را یافته تصدیق کردند که آنها دسته توانا می باشند. در خط حمله برای زدن گل ها هری کین جواب میگوید. او عین حال در حالت خوبی ورزشی است. کاپیتان توتنهم بهترین بمباردیر و اسیستنت موسم گذشته پرمیر لیگ شد. از روی سیستم گل پلوس اسیست او 37 گل دارد که این بهترین نتیجه در انگلیه است. میسن ماونت با چلسی غالب لیگ چمپیون ها شد و در این موفقیت او سهمی بزرگ گذاشته است. رشفورد با دستش مدال های نقره لیگ اروپا را به دست آورد. آنا فودن باشد غالب پرمیر لیگ شد و فینال لیگ چمپیون ها گردید. با داشتن چنین فوتبالبازان که همیشه گرسنه غلبه هستند، انگلیا حقی به خطاگی رو دادن ندارد. از این سبب بسیار از متخصصان انگلیا را فاوریت یورو حساب میکنند. بلژیک. باز یک دسته که در اختیار خود بهترین فوتبالبازان اروپا را جمع آوری کرده است. بلژیک دسته با تجربه است و حیات اساسیش را دیر باز تغییر نداده است. قریب همه بازیکنان ستاره های فوتبال می باشند. روبرتو مارتینز از سال 2016 ترنر منتخب است و دوامی 5 سال او نتیجه های نظررس را به دست آورده است. در چمپیونات جهانی که 2 سال پیش در روسیه برگزار شد، بلژیک جای 3 را اشغال کرد. در دور انتخابی یورو هم بلژیکی ها خیلی خوب هنرنمایی کرده، در 8 بازی یگان بار شکست نخوردند. پیش از همه موفقیت دسته مارتینز از حالت خوبی ورشی فوتبالبازان وابستگی دارد. دی برونه با منچستر سیتی غالب پرمیر لیگ شد و متاسفانه در فینال لیگ چمپیونز شکست خورد. بولینو جراحت برداشت که خوشبختانه اون با اشتیاق فوتبالباز در یورو خلل نخواهد رساند. تیبو کورتوا یکی از بهترین دروازه‌بان های دنیا به حساب می‌رود. آن رامیلو لوکاکو باشد موسم نوتکرار را در اینتر پای سر کرد و غالب سری آ شد. معلوم نیست حالت ورشی ادن ازار عین حال چگونه است، اما او هم ستاره فوتبال به شمار می‌رود. فرانسه. شاگردان دیدیه دشام مثل هر وقته یکی از فاوریت های اساسی مسابقه به حساب خواهند رفت. فرانسوی ها قهرمان فعلی جهان می باشند و همه چی را دارند تا دیگر دسته را شکست دیند. یگانه مشکلی که می تواند به فرانسه در یورو 2020 خلل رساند این گروه می باشد که این منتخب در آن بازی می کند. منتخب فرانسه در گروه با آلمان، پرتغالیا و ونگریه رقابت می کند. با چنین اشتیاقچون گروه اف را گروه مرگ گفتن ممکن است. برای غالب مسابقه شدن به فرانسه خرکتری قوی لازم است، زیرا آنها قریب که رقیب کم قوت ندارند. عموما گروه مرگ این یک موضوع علاهیده است که دربارهاش ما ویدیوی علاهیده آماده کردیم. آن را میتوانید پس از انجام این برنامه در آمده تماشا کنید. آنجا ما درباره فاوریت های این گروه نقل کردیم. با حیاتی که دیده دشام دارد دلخواه منتخب را شکست دادن ممکن است. اینجا قیمتترین فوتبالباز دنیا کیلیان امباپه بازی میکند که در جام جهانی گذشته قهرمان اساسی مسابقه شده بود. پول پاگبا که موسم خوب را پی سر کرد و البته موتور با سرعت دسته انگولو کانته. نباید فراموش کنیم که با دسته اینچنین کریم بنزما برگشت و اولین بار پس از سال 2015 در منتخبش بازی میکند. راستی شوکی در یورو زیر سوال است، زیرا جراحت برداشت. دشام گفت که آسیب آنقدر جدی نیست. امیدواریم کریم زودتر برمیگردد و به همه نشان میدهد که 6 سالی نبودن او در فرانسه قراری نادرست بود. پرتغالیا. چمپیون فعلی مسابقه پرتغالیا سال 2016 در فرانسه غیر چشمدوش غلبه کرده بود. این در حالی است که اون وقت در حیات آنها فوتبالبازانی چون برونو فرناندش، برناردو سیلوا و روبن دیاش نبودند.
و از همه اساسی لیدری دسته کریستیانو رونالدو هول هم در حالت خوبی ورشی است. او در اخران اشتیال کود در ایورا تمامی قواش رو برای موفق شدن رونه خواهد کرد. بله، او 36 ساله است، اما چگونه بازی کردنش رو همه شما میدونید. پرتغالیا نسل نوی خود رو برای یورا پورا آماده کرده است. 5 غلبه و 1 مساوی در دور انتخابی یورا نتیجه خیلی خوب است. این در حالی است که آغاز دور انتخابی با پاندمی راست آمده بود و فوتبال بازان در حالت خوب نبودند. حالا باشد پرتغالیا پورا آماده است. آلمان چمپیون های سه کراته اوروپا نمیتوانند که فاوریت مسابقه نباشند. بالا این برای منتخب آلمان دوره مهم فرا رسیده است. ترنری دسته یوخیم لوف که 15 سال از رهبر منتخب میباشد اخران مسابقه خود را در این وظیفه پای سر خواهد کرد. بنابراین شاگردان او نمیخواهند رهبر خود را زیر تنقید گذارند و همه کار را میکنند که او را با سر بلند از دسته جواب دهند. الکای معلوم است که دسته را پس از او خنس فلیک رهبری میکند. او با باواریا در مدتی کوتاه موفق شد. انا یوخیم با کجا میرود معلوم نیست. نمیسا دور انتخابی رو خیلی خوب پای سر کرده از 8 بازی 7 غلبه به دست آوردند. میولر، کیمیخ، نویر و دیگر فوتبالبازان باواریا موسم رو خیلی خوب پای سر کردند. گوندگان و گوسنس هم در دسته هایشان یکی از بهترین ها بودند. اینچونی یک گروه فوتبالبازان چلسی که زیر هموطن خود توماس توخل هنرنمای خوب نشان داده غالب لیگ چمپیونها شدند. در عموم نمیسو یکی از فاوریت های اساسی می باشند. یگانه پرابلم های آنها این گروه مشکل است که آنجا شاگردان لوف با پرتغالی ها و فرانسوی ها بازی می کنند. دوستان، ما را مسابقه خیلی هم شوقوار انتظار است که برای بعضی فوتبالبازان اخران مسابقه در منتخب هایشان باشد. اما با اون نگاه نکرده که ما کیا را فاوریت گفتیم و چگونه پیشگویی کردیم، هرچی رخ دادنش ممکن است، زیرا توپ دوره شکل است و هر طرف می رود. ایسلندیا و ویلز را به خاطر می آوریم که چگونه در ایوره گذشته همه را به حیرت آوردند. به هر حال شما توپ 5 فاوریت های خود را در کامنتار نویسید. شوقوار از فکرهای شما را خواندن. با همین تمام، رحمت که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. خیر.